مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم سامه. سامه. گیب گیب منم داشت داشت گلزار جا درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه سالم و سرحال باشید کم کم داریم به عید نوروز هم نزدیک میشیم نمیدونم که این ویدیو رو میبینید اما اگر اگه قبل از سال میبینید سال جدید براتون عالی و فوق العاده بشه اگرم بعد از سال دارید این ویدیو رو میبینید سال خوبی رو گذرونده باشید یعنی روزی نیست ما این فضای مجازی رو باز نکنیم خبرها رو دنبال نکنیم یه خبر عجیب و غریب و پشم ریزون و بلکه خنددار به گوشمون نرسه بازپرس پرونده امیر حسین همون تتلو امروز در یک اظهار نظر عجیب و خندهدار البته دور از انتظار هم این صحبت ها نبوده گفته که تتلو توبه کرد و گفته که قرار تتلو حالا جزیات توبه بهتون میگم بچه دار بشه یعنی ماجره از این قرار استش که گویا تتلو در داخل دادگاه هم جنس ناب محمدی توپ و جدید داره مصرف میکنه تتلوی که با این همه نیو فیس و اینا تو ترکیه تصمیم نداشت ازدواج بکنه زن بگیره من نمیدونم چرا اینا میرن تو ایران یهو متحول میشن اصلا بحث قرار قبلی و لابی اصلا دار اصلا نکنیم که من ناراحت میشم اما بازپرس پرونده گفته که تتلوی گفته که پشیمونم و ناراحتم تو ترکیه تتلو گفته که شرایط خوبی نداشته و بلا تکلیف بوده سلطان اگه شما بلا تکلیف بودی اون 400 هزار دلاری که بابت کنسرت های اروپا و امریکا و استرالیا گرفتی و خوردی آبم روش والا این چه بلا تکلیفیه دمش هم گرم 24 که در حال تتو زدن بود 24 در حال این بود که پول از سایت های شرط بندی و ایکس زد بگیره بزنه به حال اولی حالت خودش دیگه ابراز پشیمونی کرد دمش هم و گفت این سایت کلاوردارن خواشن نه تو این سایت شرط بندی کلاوردارن یه عده بی شعورن دوست دارن و یا یادم حال میکنن یادم اصلا نمیفهمن چون چهار دستن یادم میان میان توی سایت ها حال میکنن یاد نمیفهمن ما چی میگیم بی دوست دارن ببازن و دست آخرم هست که کلا اصلا توی فاز دیگه ان خیرا ولی تتلو که این همه پول چاپید از برنامه گذارا چون شما در یه صورت میتونی بگی نه چاپید که پولی که گرفته باشی بره تعهدات انجام بدی در یه صورتی میتونی بگی طرف کلاورداریه که این پولو گرفته باشه بری پس بدی در یه سر... صورتی میتونیم بگیم که این آدم آدم مثلا خوبی بوده که به کارما اعتقاد داشته که مال بقیه رو نخورده باشه اما شما که این همه بدهی ای گذاشته رو سر این اون این همه به دخترها آزار اذیتشون کردی کتکشون زدی فوش بهشون دادی شاشی در چه چیزی هم به شما بگم من چند وقت پیشیدم که یکی از این دخترایی که میگفت آقا تتلو منو دهن منو سرویس کرد فلان کرد بیسون یه دو تا دو پوستر سوار شد دلم برای تو تنگ شده سلطان و فلان و بیسون به و بهمان بخشی تو که اومدی این صحبتها رو کردی و رفتی این وران ور جار زده که تحتل منو کتک زده و فلان زده ما رو ایسکا کردی؟ پس نتیجه گیری میکنیم هر کسی که رفته تو خونه تتلو حقش بوده این بلا سرش بود چون دقیقا من دیدم دو سه تا از اون آدمایی که مصاحبه جنجالی کرده بودن و گفته بودن که ما رفتیم تو خونه تتلو تتلو ما رو کتک زد و نمیدونم رو ما از این صحبت ها همونا رفتن پست استوری گذاشتن تتلو تر... من نمیفهم فاز شما چیه احتمالاً خوب میکرده بهتون وزن مزه میداد الان یا یاد اون چیزا اگر دیگه چون شما یا آزار اذیت دیدید دهنتون سرویس شد و الان بعد تتلو متنفر بشید یا خنثا بشید یا اینکه حال بهتون داده دیگه بهتون حال نداده که الان داری تعریف از تمجید میکنه دیگه یعنی حالا قفل این بگذاریم تطره گفته که تو پشیمونم و قراره که دوره محکومیتمو رو تی بکنم بعد از اینکه دوره محکومیتمو رو تی کردم بیام بیرون زیر پرچم جمهوری اسلامی تحت قب... این... تحت قوانین وزارت ارشاد مجوز بگیرم فعالیت بکنم ازدواج بکنم و بچه دار بشم یعنی کافور ببینید چی میکنه با این آدم ها تو زندان و مواد جدید اما نکته ای که اینجا سلطان باید تو آهنگ واسه شهدا خوندی آهنگ واسه انرژی هستی خوندی نمیدونم خایه اینو اونو مالون دی هزار نفر رو رفتی چاپلوسی کردی که بهت مجوز بدن اون موقعی که این همه پروندت گویی نبود تو ترکیه آهنگ راجب به الله و نمیدونم اسلام و خدا و قرآن و بالا و پایین و سایت شرط بندی نداشتی تای پرونده چهار تا زیرزمینی بود من مجوز ندادن الان با این پرونده درخشان با این صورت پرتتو انتظار داری بد مجوز بدن صورت طبق قوانین اون آخوندها ناانجاری اجتماعیه ولی ببینید داستان چی هستش ببینید من متتلو ساعت ها صحبت کردم سال ها با هم رفاقت داشتیم بهتون میگم حداقل به من میرسه به عنوان رفیق اون موقعی که تو ترکیه بود بهش مستقیم بگم آقا این کار اشتباه کردی من که تو سختی و ناراحتی‌ها و بیپولیهاش کنارش بودم رفیق کیه رفیق کسیه که تو سختی ها کنارت باشه ما که ن... من که نه توی یه دونه از کنسرتاش رفتم همیشه هم دعوت کرده نرفتم این همه خونش منو دعوت کرده بود نرفتم این همه من گفت بیا ترکیه نرفتم اون موقعش که دوبه بود قدیما من نرفتم ایران که بود سعی میکردم که جایی که خیلی شلوغ بلوغه باشه نرم رفیق قدیمی ما بود به شما بگم که دلی تو سختی ها بودیم اداش هم میکنیم چون عمل کردیم کمکش کردیم به هر کسی هم بتونیم کمک میکنیم اما خودش گوش نداد ببین امثال تطلو تل آدم هایی هن که وقتی میرو باشون خصوصی صحبت میکنم مثلا من پشت تلفن باشون خیلی آدمه حتی نه این اواخر ای که دو ماه آخرا ولی چون اینکه دو ماه آخر است توی فاز دیگه ای رفته بود اسکل مسکل شده و داره قبلش خیلی آدم باهوشی بود اصلا اون آدم فهاش نبود بسیار آدم خجالتی اگر نزدیک دیده باشید خیلی آدمی که سرش پایین و خیلی آدمی که مردم داره حالا تو نه میگم این دو سه ماه آخر نه قبلش اما این آدم ها گاهی وقتا زندگی واقعی رو با زندگی مجازی اشتباه میگیرن خیلی از آدم این اشتباه رو میکنن به این صورت های من با دقت گوش بدید فکر میکنن که زندگی واقعی هم مثل زندگی مجازی کنترل زد داره اگر اشتباهی رو انجام بدن با یک کنترل زد زدن میتونن برگردن به حالت قبلی گاهی وقتا شما اولین اشتباه و خطاتون آخرین اشتباه و خطاتونه در دنیای واقعی دیگه در مثل دنیای مجازی نیست تو دنیای مجازی میتونی یه جمله رو هزاران بار کپی پیست بکنی میتونی هزاران نفر رو تهدید بکنی میتونی قلدری بکنی میتونی شاخشونه بکشی یه دنیای مجازی در حد این موبایل کوچولوه همه چیز توی این دنیای مجازی اما تو دنیای واقعی داستان اینطوری نیست تو دنیای واقعی شما اگه خطا بکنی اگه مسیر اشتباه بری بعد پرونده دهنتون سرویس ترسیدم این آلار مگوش <تصمت> اینجا توی آلمان رأس ساعت 11, 11 زور این آلارمو میذارن یه <تصمت> لحظه <تصمت> من <تصمت> جا خیلی خوب حالا <تصمت> گوشی در بیاد اینا اوه. تو دنیای واقعی دیگه اینطوری نیست تو دنیای واقعی شما اگه قلدوری و شاخشونه بکشی یه بلای دیگه ای سرت میارن یه کار دیگه ای بات میکنن و این داستان برای تطلا ادامه داره حالا امیدوارم البته بتونم میگم دیگه گفتن الان توبه کرده قاضی هم میاد میگه خب اوکی یه توبه ای هم کرده چه سه توبه ای بوده ولش کنید بذارید بره کارش بکنه این صحبت ها چیه و آزاد میشه یه چارت فعالیت سیاسی و لابی و فلان یه از آلمان در میاره درست از کنسرتاش هم میذاره به فضایی که خودشون دوست دارن و بهتونم گفتم دیگه اینا آخونده سیاستی دارن که اگر این سیاست رو نداشتن چهل چهار سال حکومت نمی این تنها جمله ایه که من میتونم بگم حالا برای تطلا ببینید که با چه سیاستی میرن جلو و طرفدارشو رو جذب میکنن تطلا که دیگه ابراز پشیمونی و ندامت کرد و میخواد زن بگیر و بچه دار بشه مرسی که تا این لحظه با ما بودید نظرتون برای من کامنت کنید نظر شما چیه راجع به این اتفاقات به این آلارم نه ولی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید